سبزی خورد کن بیارید بشینیم فقط سبزی پاک کنیم و ببینیم دارن چی کار میکنن. ای بد برید سری همین الان تخمهاتون لا مستبا از امو زندایی و زنموی من بیشتر دراما دارم. چقدر هم عشق میکنم با درامای خودشون. بریم ببینیم که تو هالیوود چه خبره. اول از کی شروع میکنیم؟ اول از بیلیالیش عزیزمون شروع میکنیم که 200,000 تا فالوور رو از دست داده توی 4 روز. چرا؟ فقط چون کام اوت کرده، اونم خیلی اتفاقی، و گفته که بایسکشواله. بایسکشواله روش کراش داشتی تمام دخترانی که دورش میگشتی. چقدر باحال، فکر کن منو بیلی پارتنر باشیم با هم دیگه. شما شبیه همین بیشتر نمیتونید پارتنر باشیم. چه خیلی باحال میشه اگه بتونم مخشو بزنم. الان مصاحبهشو میبینی؟ اگه مثلا 2-3 میلیون میریخت میگفتم وای. آره دویستا کوله. مصاحبهشو میبینیم الان، ولی من یه توضیح بدم. اولا که رفته از این کمپانی شکایت کرده. چه کمپانی؟ همین کمپانی که باش مصاحبه کرده. ازش شکایت کرده، گفته شما خیلی باعث شدید من اتفاقی این حرفو بزنم. مثلا قصد کامات کردن نداشتم. یعنی مصاحبه و روش کار شما باعث شد که من کامات کنم. این خوش میتونه حاشیه باشه. حاشیه است با دیل کردم. ولی چه جوری بوده حالا داستان؟ زنه میاد به بیلی میگه، الان میبینیم ولی چون زیرنویس نداره یه توضیح سریع بدم، میاد بهش میگه تو بعد از اینکه، چون بیلی قبلا فکر میکرده که دختره باش حال نمیکنن، گفت بعد از اینکه اون موزیکتو دادی، یه موزیکی داده واسه فیلم باربی، دختره مثلا خیلی واسه نیدم موزیکیشو نیدی؟ اصلا راجع به باربی نیدم بیلی چیزی خونده باشه. آه همون که لباس زرد پوشیده داره چیزایی اینطوری ام سرگند بعد از موزیک فهمیدی که دختره چقدر دوست دارن. گفتش که آره، گفت نظر عوض شد راجبشون، میگفتی مثلا من ازشون، میگفت من ازشون میترسم از دختره، دختره من حال نمیکنم. گفتش که هنوزم ازشون میترسم ولی حس میکنم خوشگلم. بعد یه ذره خجالت همین بعد زنه بهش میگه الان قصدت این بود که کام اوت کنی، میخواستی اعتراف کنی؟ گفت نه، ولی فکر کردم یه چیز واضحه که نیازم نیست هیچ وقت بخوام بگم. خب راستیه، خب این که نه این که بایمو. آره میگه یه چیز واضحه که مثلا گفت قصد کام اوت داشتی. شاید منظورش بوده که اینکه دختر و زیبان باز. نه منظورش میخوای ببینیم دقت کن. اسکرین You felt like for a long time women didn't like you, and when that came out, all the women were like, "No, we love her." I know. How did that reception feel? Has your mind changed a little bit? I'm still scared of them, but I think they're pretty. Chillo, she told you that. Billy, did you mean to come out in the story, girl? No, I didn't. But I kind of thought, wasn't it obvious? Like it's kind of been. I didn't realize people didn't know. So we need to get to a point where you don't even have to come out. So I just don't really believe in it. I'm just like, why can't we just exist? I've been doing this for a long time and I just didn't. به نظرم اینجا هایه. من احساس میکنم یه ذره هایه، یعنی یه چیز زده. نظر گرایشش چیه؟ باید نظر بدیم خالص زنک بازی. یعنی چی گرایشش؟ به نظرت واقعا بایی فقط یه دیل بوده؟ به نظرم دختر بازی میتونه بکنه. به نظرم میتونه بای باشه، ولی خب آخه میدونی الان واقعا چه دور زمانی هستیم که واقعا دور و برمون رو نگاه کنی میبینی هر کی یه داستانی داره. یعنی استریت واقعی خیلی کم شده. خیلی کم شده. حتما اینه که دیگه بیلی میتونه تا اینجا میفته ما بریم یه بره. دیگه بیلی میتونه یه نمور دختر بازی کنه. چون میدونی تو اون لولم اینطوری که مثلا دخترها خب خیلی کراش میزنن روش دیگه. بعد مثلا فکر کن خوشتیپ، خوشبو، جذاب، معروف، استعداد داره، بعد دخترها میرن مثلا پیشش تحت تاثیرش قرار میگیرن، کراش میزنن روش و هر آدمی که باشه یه ذره اینطوریه که آره. آره و بیلی خودش توی یکی از مصاحبه‌هاش که لباس دخترانه پوشیده بود گفت من همیشه ماسکولین درونم از بچگی زیاد بوده، بیشتر پسرونه بودم، مثلا عجیبه یه دخترانه لباس می‌پوشم. یعنی مصاحبهش خیلی بولده. به نظرم هست LGBT نه ولی کیوه. نه بایه پسر بازش هم زیاد دوست پسر داشته، همیشه دوست دختر نداشته، ولی خب میتونه داشته باشه. داشته احتمالاً. آره یه جور میگی انگار همسایه شینی. نه منظورم که تو پابلیک داره کسی رو نیورده به عنوان دوست دختر، همچه پسر رو آورده. آخه این دوست پسرش هم که یادتون کی بود؟ کی بود؟ یه آهنگساز خیلی در بود آقون که همه میگفتن اینجای باباته برای چی بود؟ خب شخصیتش حتما خیلی کاریزماتیک بوده.
چرا میگی جای باباته؟ من خودم خیلی نه بهش میگفتم. میدونی من خودم که کراشم چه جور آدمایی ان که یه کسی باشه که مثل استادم باشه. میدونم. چون گفتم میدونم اگر یه ساده استادی میشدم که دوری کراش. خب بعدی آقا وسط LGBT مون یه خبر فوت داشتیم از یه خواننده برزیلی وسط کنسرت. یعنی ببین عجب که میاد همینه، همین دو روز پیش وسط کنسرت یهو بنده خدا سقط میشه. فیلمش هم هست، ببینیم فیلمش. ایشالله که خدا به همون سلامتی عمر طولانی با تن سلامت عمر طولانی ببینیم. بریم پس مالش داشته میخونم. مطمئنی؟ آره همه جا هست، همه شبکه خبری گذاشتن. پشم داشته موزیک میخونده بنده خدا، حالش هم خوب خوب بوده. میگفتن میخونم کلی با فناکس گرفته. اوکی اوکی بوده، رفته وسط موزیکی بود، شاید قسمتش بوده. نوبتی هم باشه، نوبت سلنا گومزه بچه ها که پاره کرده. پاره کرده سلنا با یه موسیقی. هر کی هم تو فاز هالیوود و بالیوود و سالیوود و اینا نباشه میدونه که الان در حال حاضر همه دارن میگن این چه دوست پسریه سلنا رو کرده. اونم بعد یه چیز فانتزی مثل جاستین، یه کاپل اونطوری با یه موسیقی دان دوست شده. 35 سالشه پسره، بنی بلانکو اسمش، و همه به کارتون خواب و مواد فروش تشبیهش میکنن و میگن که شبیه گیده هاست. حالا میریم عکسشو ببینیم با هم. عکس شماره یک، اول عکسشو میبینیم. چقدر مردم لاشی هن حاجی. حاجی این چرفی خود اسلاید دو رو حاجی نگاه کن. حاجی خب آدم فانیه، یعنی چی آره. کارتون خواب گدا همه دارن میگن زیر پستا، یعنی سلنا خودش. حالا الان میگم چه اتفاقی افتاده. این مثلا این عکسایی که ازش منتشر کردن تو حالت بدی از حالا اگه همین جست جاستین میگرفت هم میتونه قربونش برم تو لسک همون رنگه بکن تو دهنت ببینیم چجوری میشی جون. حالا چه اتفاقی افتاده؟ یه سری پست بوده که هیترها زیرش کامنت گذاشتن. یه هیتری نوشته اگه نمیتونی هیتو هندل کنی پس از دوست پسرت عکس نذار، این باید یه چیزی باشه بین جفتتون، نه یه چیزی که با فنات در میون بذاری. لطفا دست فنات اصلا. مگه چی گفته؟ سرنا اومده عکس‌ها رو گذاشته، همه اومده زیرش نوشتن کارتون خواب و نمیدونم مواد فروش و فلان. بعد سرنا قاطی کرده جواب همه رو داده، یعنی ریپلای زده. حتی یه سری هم ممکنه اکانت چک شده باشه، خودش نباشه. الان واسه اینم نوشته عصبانی نیستم ولی 6 ماه تو رابطم عزیزم، من همیشه از دوستام دفاع میکنم تا روزی که بمیرم. سوژه بعدی اون کیه به نظر؟ اینجا نگاه نکنید. دوجا کات. دوجا کات چیکار کرده؟ جدیدی که با ایلومیناتی در ارتباط میگن و موزیک ویدیو جدیدش که دیدید. آره دیگه واقعا سرویس کرده اخیراً با موزیک ویدیوهاشون. خیلی هیت خورده بود که تو با ایلومیناتی اون در ارتباطی، اون اومده برعکس زده، یعنی بیشتر اونو کرده چش همه از این سو استفاده کرده. سو استفاده کرده و ویو خوبی گرفته و یه دونه استوری ازش در اومده چند روز پیش تو اینستاگرام گذاشته و همه میگن که رد و تسخیر شده. این استوری بوده که ازش پخش شده، همه دارن میذارن. حاجی چه ربطی داره؟ حاجی تو یه همیه تو اینستا بگی با آره نمی کنی دیگه. چرا؟ بیا الان من تصدیل شده مردم هم نشستم فقط داستان سره اینقدر مغزشون خلقه که مالا کرده بودم. کامنت هم این بود که اولین شرط ورود به شیطان پرستی رنگ موهای صورتیه. آره مردم شیطان پرست هم زیاد میگن. من اصلا مثلا سبز میکردم ورود به طبیعت زده بودم. حتی یه فیلمی هم پخش شده میگن که این فیلم دو جاکت خوبیه، این فیلم یه ذره خوبه ولی من احساس میکنم نیست. آجی این که دیگه یا رسلم یارو تو هری پاتر بود.
بازیگرمونه. لرد ولدمورت. و پاچیدن ها، یعنی همه جا پخش شده که وای این به باباش رفته فلان، کیم هم سریع میشه اینجوری دور میدید. اینا رو اینجوری ریز نکرده بودم واقعا. آره برنام خیلی باحاله که بچه خب از مجازی سردن نمیاره، نمیدونم مام بابای چکیم و این طور که مثلا تو خون زندگیشون یه بحثی چیزی پیش میاد و اونا عصبی میشن و وقتی میبینن میگن که فاکی بابا. من یه دیرون رو نشون میدن نمیدونم اوکی دیگه کوله چیه مگه با پاپاراتسی به پاپاراتسی ها میگن نشون داد فاکو و واقعا رو مخن خیلی رو مخن. ببین واقعا مثلا حالا من نمیدونم دیگه واسه اونا چقدر رو مخه، ولی واقعا رو مخه اینکه همیشه یکی به خودش اجازه بده. بعد اصلا میدونی چجوری هن یه ذره بهشون میخندی دیگه ول نمی کنن، میان میشن تو ماشین تا خونت هم میان. بعدی کنسرت اخیر تیلور سویفت بوده که پاشنه یکی از کفشاش میشنه و یه جوری پاشو بالا نگه میداره که همه دارن به باربی دنیای واقعی تشبیهش میکنن و میگن تو چجوری تونستی یه پا تو اینجوری بالا نگه داری و گذاشتنش فقط فیلم باربی. این خواسته که همین اتفاق بیفته به نظر من، چون استایلش هم یه جوری بود که شبیه باربی بود. پاهاشو کاملا کشیده درست کرده، یه کار کرده که کاملا مثل باربی باشه و ترکون این قضیه دیاره. حاشیه تمیزیه، حاشیهش سکسی. چقدر اینجوری همیشه دیله که آجی همه چی البته میدونی نمیشه اینجوری هم مثلا به حاشیه نکت که همش دیل باشه، چون اگه مثلا بخوایم اینجوری نگاه کنیم الان مردم هم میخوان فکر کنن همه حاشیه های ما دیله. راست میگه، ولی خب خیلی هاش نیست، ولی اینا دیله. من با تیلور سویفت فرق دارم، اون تو اون لول مطمئن همه چی حساب شده میره جلو، اون 10 تا وکیل داره، 10 تا منیجر داره، میان ایده میگن میدن میگن یه استایل خفن عروسکی بزن وسط کنسرت یه جور رفتار کنه انگار پات پاشو نداره ولی مثل باربی وایسا. همین ترکیب بهش میگن ریال لایف باربی، بهش میگن باربی. خیلی باحاله. بعد بانی و کندال هم که میدونید اصلا دیگه جدا شدن. بعد بانی و کندال با هم بودن؟ آره اسکی؟ نه. آره با هم بودن، خیلی وقت با هم بودن. تعارف کردن 9 ماه. بعد جدا شدن چند روز پیش، دو سه روز پیش از هم دیگه جدا شدن. مجله پیپل میگه که بعد 9 ماه رابطه اونا اصلا. بچا بدبانی که میدونید کدومه؟ همون آهنگی که پست گذاشتم باهاش اینطوری. چون انگلیسی خیلی سکسیه. جدا شدن. گفت یه منبع نزدیک به اونا گفته این دو میدونستن که این رابطه همیشگی نخواهد بود، این موضوع رو از همون ابتدا پذیرفته بودن و برای هم بهترین ها رو آرزو دارن. یعنی یه چیز اوکی بوده. بعدی قرارداد عدل با همسرش. بچه ها عدل 220 میلیون دلار سرمایه داره و اومده تو قرارداد نوشته که هر اتفاق بین رابطهشون بیفته هیچ پولی یا قرون حتی به همسرش نرسه. تو موافقه به قضیه؟ من نمیدونم همسرش چجور آدمیه و چی کار کرده باش. شاید همسرش واقعا حرصشو درآورده. ببین آخه تازه با هم ازدواج کردن با این شوهر جدیدش. چقدر پول داره عدل؟ آره 220 میلیون. خیلی هم اومده شرط ازدواجش بوده که یعنی از ثروت من چیزی بتونه. 220 میلیون دلار خیلیه. نمیدونم به تو من چقدر میشه. مورد بعدی بچه‌ها بن افلک و جنیفر لوپز که میدونید با هم دیگن. جدیدن خیلی با هم مشکل خوردن. همش پاپاراتزی دارن تو ماشین ازشون عکس میگیرن که دارن با هم دعوا میکنن. و چند روز پیش عکس بن افلک با زن سابقش تو ماشین در اومده. بغل تو بغل به نظر خیلی هم صمیمی میاد. ایون جنیفر گاتچیدنا. ببین هیچ گاتچیدنا گاتچیدنا واقعا نه پول نه قیافه نه هیکل نه فیم نه هیچ
هیچی هیچی تو رابطه تاثیر نداره. یه چیزی درون آدم هست، منه رو فکر میکنم. شاید بعد تاکسیک باشی. جدی میگم بعد تاکسیک باشی و خلاق که طرف رو درگیر بازی های روانی کنی، بازی های روانی که درگیر بمونه. به نظر من اینطوریه. شده با تصویر جیسون استاتام تو مسجد شیخ زاهد ابوظبی ویدیو رو. کی؟ این کیه؟ جیسون استاتام. آها این هنرپیشه است. آره با زنش تو مسجد خودم. بچه ها همه دبین، همه بغل بیخ ریش ما هن. این ویدیو با هالیوود واقعا هیچ وقت حالا اینقدر اخبار هالیوود بهم خوش نگذشته بود. در کل کیانا بچه خوراک این داستان هاست، خیلی خوب این چیزها رو میدونه و اصلا خیلی بروزترین و بروزه واقعا تو این داستان ها. خیلی با حال بود. نظرتون رو حتما بگین، دستتون رو بذارید، کامنت بذارید، نظر بدید. مرسی که با ما همراه هستید، دوستتون داریم خیلی زیاد. تا ویدیوهای بعدی.